همیهنان عزیز، بینندگان گرامی برنامه تیک تاک، خدمت همه شما در هر کجا که هستید سلام عرض میکنم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم در این برنامه به مهمترین موضوع سیاسی روز خواهیم پرداخت. موضوعی که در گزارش و گفتگوی برنامه امروز بهش میپردازیم، سخنرانی امروز خامنه ای در اجتماع بسیجی ها در ورزشگاه آزادی تهران بود. رژیم از مدت‌ها پیش برای این اجتماع در ورزشگاه آزادی تدارک دیده بود و در واقع این آخرین پرده نمایشی بودش که طی یک ماه گذشته با شرکت مزدورای بسیجی در قسمت‌های مختلف کشور جریان داشت و رژیم هم امروز همه اونا رو از سراسر کشور جمع کرد و به تهران آورده بود. روشنه که خامنه‌ای تو این سخنرانی تلاش کرد به این مزدورها که در کشاکش بحرانهایی که از هر طرف رژیم رو فرا گرفته و به کلی هم روحیه‌شون رو از دست دادن، یک روحیه و دلگرمی بده. اینکه تا چه اندازه تونست به این هدف خودش برسه موضوع گزارش و گفتگوی امروز ما هستش. ابتدا گزارش ما رو ببینید. در حالی که خامنه‌ای به صحنه آوردن مزدوران بسیجی را اساساً برای گرفتن ژست قدرت و سرپوش گذاشتن و در هم شکستگی رژیمش ترتیب داده بود، اما در خلال ادعاهای مضحک قدرت و پیروزی، جابجا وحشتش از شرایط خطرناک و بحران‌هایی که رژیمش را احاطه کرده بیرون می‌زد. این جلسه بزرگ در موقعیت بسیار حساسی تشکیل شده است. موقعیت کشور، موقعیت منطقه، موقعیت جهان، موقعیت‌های حساسی است، به خصوص برای ما ملت ایران. حساسیت از این جهت که از یک طرف عربده‌کشی‌های سران استکبار و سیاستمداران آمریکای جهانخوار. خامنه‌ای در تلاش برای کوچک نمایی فروپاشی اقتصادی، آن را مشکل اقتصادی نامید و آن را هم ناشی از صرفه‌جویی نکردن و اسراف مردم قلمداد کرد و با این بیان که عیب واقعی یا در واقع بحران اصلی بن‌بست است، مدعی شد که رژیم با هیچ بن‌بستی مواجه نیست. ما مشکل اقتصادی داریم، اقتصاد نفتی داریم که این خودش یک عیب بزرگ است، فرهنگ صرفه‌جویی نداریم، فرهنگ صرفه‌جویی در بین ما بسیار ضعیف است، این عیب است، اسراف عیب است، این عیوب رو ما داریم، ولی عیب واقعی اینها نیست. عیب واقعی بن‌بست است که به حمدالله نداریم. ما بن‌بست نداریم. توجه بفرمایید، عیب واقعی اینه، عیب واقعی اینه که جوان کشور گمان کنه که راه حلی وجود ندارد جز پناه بردن به دشمن. این عیبه. ولی فقیه ارتجا در این حال وحشتش از آینده را برملا کرد و ضمن هشدار به مزدوران که گمان نکنند که راه پیش رو یک اتوبان آسفالت است، موانع زیادی در پیش است، گفت که تا جان در بدن دارد تسلیم نخواهد شد. دشمن می‌خواهد ملت ایران رو به این نتیجه برسانه که بن‌بست است، راه حل وجود ندارد. من صریحاً اعلام می‌کنم کسانی که در داخل کشور این فکر را که مطلوب و محبوب دشمنان است ترویج میکنند، اینها خیانت میکنند. این به کشور خیانت به کشور است. من به حول قوه الهی
و با همراهی شما تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته در کشور. ولی فقیه ارتجا ضمن عقده‌گشایی نسبت به مجاهدین و مقاومت ایران، وحشت شدید خود را از دشمنی که از ابزار رسانه استفاده می کند و از دسترسی سهل مردم به اطلاعات ابراز کرد و گفت فعلا دشمن از ابزار رسانه استفاده می کنه برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجه کنید، ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه رو تشبیه می کنند به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی رو وقتی میزنند، سلاح شیمیایی تانگ و تجهیزات رو از بین نمیبرد، تجهیزات میمانه، انسانها از بین میروند. از قدرت استفاده از ابزار میفتند. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوری است، ابزار رسانه هم اینجوره. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی علیه افکار عمومی ما استفاده می شود. خب، قسمت‌هایی از صحبت‌های خامنه‌ای رو در تجمع امروز در ورزشگاه آزادی رو دیدید و شنیدید. سوال این هست که پیام این تجمع و پیامی که در محتوای حرف خامنه‌ای بود چی هست؟ حول همین موضوع و برای پاسخ به این سوالات گفتگویی داریم با اسدالله مصنع. با عرض سلام خدمت شما و تشکر از حضورتون. سلام به شما و به بینندگان عزیز. حرف اصلی خامنه‌ای تو صحبت امروزش چی بود؟ بله، مخاطبش که روشن ریزشی ها و بسیجی های خود رژیم بودن که در معرض ترس و نگرانی و یأس قرار دارن. بله، خیلی روشن بود. اما حرف های خامنه‌ای دو بخش اصلی داشت. یک بخش طبق معمول دود و دم بود که از نظر حجم قسمت اعظم صحبت رو در بر می‌گرفت. قسمت بخش دومش اعترافاتی بود که لابلای این دود و دم تلاش می‌کرد که اونها رو بپوشونه، در حالی که اعترافات خیلی مشخصی داشت. از دودم ها که منظور قدرت نمای پوشالی تو حرفه که لقدیما فعل بگذاریم و بذاریم کنار، ادعای اصلیش این بود که وضع رژیم خیلی خوبه، تسلیم نمیشیم، تحریم هم میشنیم. از این قبیل که خود این ادعاها کنار اعترافایی که کرد نشون میده که وضعیت چیه، که حالا ادامه بس اگر جا باشه من بیشتر اشاره میکنم. یعنی خود این حرف ها ضریب میزد، همین دود و دم و همین پوشوندنات، به اعترافاتش که واقعیت اون زیر چی هست. چون کسی که اینقدر قدر قدرته چه نیازی داره که این همه تکرار کنه که نه اینجور نیست و اینجور نیست و اینجور نیستیم. حالا این اعترافایی که شما گفتین چه چیزایی بود؟ ببینید، همونطور که گفتم اعترافاتش پیچیده شده بود در پرده های متعدد، در قدرت نمایی ها و دود و دم ها. اما مهمترین اعترافاتش اگه بخوام اشاره کنم، یک، اعترافش به وضعیت حساس رژیم بود که در چه کلماتی بیان کرد موقعیت کشور، موقعیت منطقه، موقعیت جهان، موقعیت های حساسی است. با این بیان اعتراف کرد که شرایط حساسه، رژیم در شرایط حساسه. درست. مورد دوم، اعتراف به چشمنداز تیر و تار نظام تحت این عنوان که فکر نکنید راه همواره، راه اینجور نیست و همواره و اتوبانه. این دکته دوم. اعتراف سوم به بنبست نظام با بیان معکوس. یعنی چی؟ که ما بنبست نیستیم، این بزرگترین مشکل و عیب بنبسته که ما نداریم. درست، اعتراف معکوس. اگه کسی دو بنبست نیست چه نیازی اینقدر تکرار کنه که ما اینجور نیستیم. مشخصا گفت عیب واقعی بنبست است که به حمد الله ما نداریم، ما بنبست نداریم. عیب واقعی اینه که جوان کشور گمان کنه که راه حلی وجود نداره.
پس راه حلی وجود نداره، پا بنبستی نیست، که اینا همه بیان معکوس است که عرض کردم. بله. که یعنی سعی میکنه که گفته دشمن اینو القا میکنه، سعی میکنه به جوانه ها ما این دشمن میخواد القا کنه که به نتیجه برسه که بنبست و راه حلی وجود نداره، در حالی که اینجور نیست. نکته چهارم، ابراز نگرانی شدیدش از رسانه‌ها شامل تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فضای مجازی بود که اون رو به چی تشبیه کرد؟ به سلاح شیمیایی. که طبعا این هم انعکاس بن‌بست و نگرانی رژیم در برابر این موضوع و در برابر این رسانه‌ها به ویژه فضای مجازیه. اگه کسی وضعش خراب نباشه از چی میترسه که همون فضای مجازی که اون بگه خیلی چیزا رو رو بگن مطالب و حقایق رو بگن؟ چرا رابطش با فضای مجازی مثل جند و بسم الله است؟ از چی میترسه؟ مگه این فضای مجازی برای همه جهان نیست؟ مگه همه کشورها فضای مجازی نیست؟ مگه همه جا از مردمش از این استفاده نمی کنن؟ و چرا که رژیم این همه فیلتر و سانسور و این حرفا، چرا تا این حد نگرانه که اون رو خامنه میگه بهش چی؟ سلاح شیمیایی. اتفاقا به ضبط قبل از که باز بقیه اعتراف ها رو بگین، سر همین موضوع که به فضای مجازی اشاره میکنه، به سلاح شیمیایی اینقدر خطرناکه، با توجه به مجموع سرکوبی که میکنه در فضای مجازی، فیلترینگ و کلیه فشارهایی که میاره و محدودیتایی که ایجاد میکنه، واقعا چرا باید مثلا به مسابه مثلا بمب شیمیایی بر رژیم باشه و نتونه کنترلش کنه؟ خب ببینید، همین نشون میده، عرض میکنم بنبست، همین نشون میده که فیلترینگش و این اقدامات که شما گفتین به جایی نرسیده و شکست خورده. به همین دلیل داره ابراز وحشت میکنه، چون اگه تونسته بود چه ابراز وحشتی، چون شکست خورده ابراز وحشت میکنه. این حرفا میدونین که تو صحبتهای مختلف سران رژیم، سردران رژیم، به دفعات به کرات سرس و وحشتشون از این فضای مجازی جا به جا نشون میدن. مثلا اعتراف به اینکه فیلتر تلگرام به جایی نرسیده، مردم همچنان در ابعاد چند ده میلیونی بهش مراجعه میکنن، اینا اعترافاتی که خودشون میکنن. همین اخیراً یه گفتگوی تلویزیونی فردی به نام فهد ایزدی که رژیم از بحران نظامی که به عنوان مفصل زیاد میاره توش تلویزیون، بله، میگه که در رابطه با این کمپی که مجاهدین در آلبانی دارن و 1500 نفر کارمند، البته منظورش کاربره، روزانه میآیند تو شبکه‌های اجتماعی، شروع میکنند حرکت بر علیه جمهوری اسلامی، خبرش هم پخش شد و الی آخره. خیلی صراحتن میگه مشکل اصلا نگرانی از کجاست. بله. خب خودتونم میدونین پخش هم شد که دیگه خبر جهانی هم بود، داستان التماس و درخواست ظریف از گوگل که چیکار کنین که برین جلوی مجاهدین تو شبکه‌های اجتماعی چیه بگیرین. آخوند موعدم تو نماز جمعه همین تهران برگشت صحبت کرد و اشاره کرد به فعالیت مجاهدین سر این موضوع، گفتش که من باید اینجا متاسفانه بگویم جو فضای مجازی در اختیار بیگانگان است و هر نوع سخن دروغی که بخواهند در آن به گوش مردم میرسند، دلها را میلرزانند، یعنی رژیم را میلرزانند، انسانها را نسبت به نظام بدبین میکنند. تو نظام چی داره که بدبین هستن که اینا بدبین میکنند؟ دروغ میگن، ناروا میگن. من نمیدونم تا کی باید مسئولان این وضع تحمل کنن، یا به عبارت سطح کی باید از خواب بیدار بشن که این تشکیلات فعلا ادامه میده. پس بنابراین اینکه سوال کردین، خب خیلی میگه ولی معلومه به بنبست خودش شکست خوردن و این اعترافاتشون هم بیانگر همینه. الان شما داشتین مجموع اعترافات میگفتی که من این سوال کردم، سایر چیزها چیا بود از این اعترافات؟ بله. به یک مورد دیگه از این اعترافات که اون اعتراف کرد، بحث ریزش نیروها و شدت نفرت جوانها از نظام و رویارون ها با رژیم، که خامنه ای حقد و کین خودش رو با توحیدی که با اونا کرد و گفت اونا لاابالی اونا رو توصیف کرد بیان کرد. گفتش که آنها ریزشی های ما هستند. که البته اینجا نشون میده که در درجه اول از میزان رویگردانی از نظام، از خود نظام در درون خودش و حتی خانواده های نظام چقدر نگرانی. مورد دیگه از اعترافاتش اعتراف بحران درونی بود که تبدیل به یک معضل جدی برای رژیم شده، که دیگه از اهرام شمسه که این روزها از در و دیوار داره میباره، حتی مجبور شد، یعنی اینقدر وضعیت هست خودش مجبور شد در برابر رسانه‌های رژیم به اون اذعان کنه، اعتراف بکنه و بحث از وحدت بکنه و مشخصا جملاتی گفت: اگر دشمن احساس کند بین مسئولین کشور هم جهتی و هم سخنی وجود ندارد، یا بین مردم و مسئولین کشور فاصله افتاده، تشویق میشن به اینکه شدت عمل خودشون رو زیاد کنن، اینو توجه داشته باشن و فلان این حرفا. بنابراین این هم اعترافی بود به وضعیت. اینا محوری
اعترافاتی بود که خامنه‌ای در پوش و پوشوندن و سعی کرد پیچیده و در دود و دمایی که میکنه بپوشونه و حرفاشو بزنه. بله. حالا خامنه‌ای که به اصطلاح مدعی شد که در رژیم بنبستی وجود نداره، خودش ولی با این حال چه راه حلی برای برون رفت از این وضعیتی که به اصطلاح ناامیدانه توصیفش میکرد ارائه داد؟ طبق معمول هیچ چیز نبود جز شعار و گفتار درمانی، حرف دیگری نداشت. مگه میتونه حرف دیگری داشته باشه؟ حتی رژیم یک راه حل در یک جا کسی نشون میده که تونسته یک تضادی رو حل بکنه، فقط اون چیزی که ما میبینیم همینجور روی هم داره چیه افزوده میشه مسائل. فقط هم انقدر لو رفته از این مسئله و به قول من آش انقدر شوره که خودش یه جا برگشت گفت چی؟ توجه کنین، میگه اینا که اینا داره صحبت ها، اینا رجزخانی نیست، اینا شعار محض نیست، سخن توخالی مثل بعضی از شعارها، حرفایی که بعضی دیگر میزنن نیست. مثلا فکر کنید توی رویارویی مثلا یک مسابقه کشتی چیزی به دشمنش بگه حواس باشه من ضعیف نیستم. اینا در واقع اعتراف معکوسه همونطوری که گفتم، که یک جا هم در آخر صحبتش میخواست به اصطلاح به بسیجی ها روحیه بده و رهنمود بده، باز هم جز حرفای کلی برای جزخونی حرفی نداشت. گفتش که و شما جوانهای عزیز هم در میدان علم و فعالیت و تحرک اقتصادی و کارآفرینی، در میدان کارش و تلاش فردی و جمعی، در میدان شبکه سازی اجتماعی و فرهنگی، در میدان حرکت‌های لازم آتش به اختیار، در هر جای انشالله پیروز و موفق خواهید بود. اینا با پیروز و موفق چی شد؟ چرا حلی؟ اگه تو بن‌بست نیستی کجاست؟ یک دونه برای حرفایی که زد هیچ مسئله از نیروهای هراسان و وارفتش در برابر امواج بحران ها و امواج خشم مردم و نفرت مردم که کمر رژیم در برابرش خم شده، هیچی حرفی که بشه مسئله رو حل کنه تو حرفاش نبود و همچنان تمامیت حرفهای خامنه‌ای تمامیت بن‌بست رو در درون رژیم بازتاب کرد. بله، خیلی تشکر میکنم از شرکتتون در برنامه امروزمون. تقاضام دوستان عزیز بیننده، گفتگویی داشتیم با اسدالله مصنع با عنوان خامنه‌ای اعتراف و ابراز وحشت در میان دود و دم قدرت. در پایان برنامه‌مون از همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.